سلام به شما، با خبر دستلو و طلو نیوز خوش آمدید. سرخط افغان های سرگردان در ایران، جسد های مهاجران تیرباران شده افغان از ایران به افغانستان انتقال یافتند. کشور ایران به اصفهان رسیده بود که اونجا متاسفانه همیت اتفاقی افتاد. امریکا دنبال رهبر شاخه خراسان داعش، ایالات متحده با معلوماتی که منجر به شناسایی ثناءالله غفوری رهبر شاخه خراسان گروه داعش شود، 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. در عقب داعش استخبارات جهانی و کشورهای منطقه است. داعش منحیز بزرگترین فتنه در بین امت اسلامی ظهور کرده. روزگار تلخ مردم و فروشات مطابق میل، شهرداری کابل از دست به کار شدن خبر می دهد. تمام افرادی که در شهر کابل مصروف خرید و فروش هستند، دکاندارا هستند، ملزم به پیروی از این اقدامات می باشند. و تاکید تهران بر برداشتن تحریم ها از سوی واشنگتن به این کشور. من بهرام امان میزبان شما هستم. مقام های محلی نیمروز گفتند که در کمتر از 6 ماه پسین نزدیک به 100 تن از مهاجران افغان از سوی نیروهای امنیتی ایران تیرباران شده و جسدهایشان به افغانستان انتقال یافتند. به گفته آنان این شهروندان افغانستان که میخواستند از راه های غیر قانونی به ایران بروند از سوی نظامیان این کشور مورد تیراندازی قرار گرفتند. پیکر بیجان سهراب، نوجوان 16 ساله، تازه از ایران به هرات رسیده است. به گفته نزدیکان این نوجوان، او در شهر اصفهان مورد تیراندازی سربازان ایرانی قرار گرفته و جان باخته است. یک بار برفته بود به می طول دراز به ایران، خب باز گرفته بودن، رد مرز کرده بودن که باز این سری دوم رفته بود، حتی به نقطه مرزی که هیچ به داخل کشور ایران به اصفهان رسیده بود که اونجا متاسفانه همیت اتفاقی افتاد. مقام های محلی در نیمروز میگویند که در 6 ماه گذشته نزدیک به 100 جسد مهاجران افغان که از سوی نیروهای امنیتی ایران تیرباران شده بودند به این ولایت انتقال داده شدند. به گفته آنان این مهاجران از راه های قاچاقی به ایران رفته بودند. به گفته پروازه مریضا زخمی نه سرمرز زده شدن، باید کشتار زخمی دارن، کلی سرمرز زدن، میخواستم ایران برن. باشندگان نیمروز خواهان بررسی این موضوع از سوی حکومت سرپرست هستند. حرمت انسانی افغانها حفظ و بیحرمتی به اینا رشد و با حرمت و حفظ احترام کامل اینا دوباره رده مستند. در افغانستان و خلق تا بیخی در انسانی بشر پا جمله گوری لانه بیخی ظلمون و سرکیز. برخی منابع در هرات میگویند که در ماه‌های پسین چندین جسد مرمی خوردگی از مرز اسلام قلعه وارد این ولایت شدند. ما داریم که مثلا اونا لتکوب بشده، مثلا دستهای دست و پای از اونا مثلا چی بشده، شکسته شده، یا اونا مثلا زخم داشته. با تماس‌های زیاد کنسولگری ایران در هرات و سفارت این کشور در کابل حاضر به وضاحت در این باره نشدند. ایالات متحده به معلوماتی که منجر به شناسایی ثناءالله غفوری رهبر شاخه خراسان گروه داعش شود، 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. واشنگتن گفته که غفوری مسئول حمله های داعش در افغانستان است، اما امارت اسلامی گفته که به هیچ گروه عراق افغان اجازه فعالیت در افغانستان داده نمی شود. ثناءالله غفوری که به شهاب مهاجر نیز شهره است، در سال 2020 مسئولیت شاخه خراسان گروه داعش را بر عهده گرفته است. غفاری از سوی ایالات متحده وارد فهرست تروریست های جهانی شده و در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شامل است. وزارت خارجه امریکا در یک اقدام تازه به روز دوشنبه اعلام کرد به معلوماتی که منجر به شناسایی موقعیت رهبر خراسان داعش شود، 10 میلیون دلار پاداش می دهد. ثناءالله غفاری گروه هراس افغان داعش خراسان را در افغانستان رهبری می کند و مسئول تمام حملات داعش در افغانستان است. دولت ایالات متحده برای اطلاعات در مورد وی تا سقف 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده است. این جایزه 10 میلیون دلاری امریکا برای دریافت رهبر داعش به نام ثناءالله غفاری در افغانستان یک حرکت استخباراتی در ضمن نمادین و خیلی موزک به نظر می رسد. در عقب داعش استخبارات جهانی و کشورهای منطقه است. داعش منحیز بزرگترین فتنه در بین امت اسلامی ظهور کرده.
از سوی هم در گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز آمده است که توانایی داعش در افغانستان افزایش یافته و نیمی از افراد داعش جنگجویان خارجی هستند. با وجود که داعش یک ساحه محدود را در شرق افغانستان در اختیار دارد، این گروه توانایی اجرای حملات پیچیده مانند حمله بر میدان هوایی کابل را دارد. اما امارت اسلامی در این باره دیدگاه دیگری دارد. مداخله هیچ کشوری در داخل افغانستان نیازی نیست. امارت اسلامی افغانستان میتواند در داخل کشور علیه سایر حراس افغانان و شورشگران اقدامات لازم انجام بدهد. داعش پس از سقوط جمهوریت حمله های مرگباری را در ولایت های کابل، کندوز و کندهار انجام داد. اما امارت اسلامی پیوسته این گروه را تهدید جدی برای افغانستان نمیداند و میگوید که داعش در کشور سرکوب شده است. شهرداری کابل گفته که به زودی نرخنامه مشخص برای عرضه مواد اولیه آماده و برای فروشندگان توزیع خواهد شد. شهرداری کابل می افزاید که در این باره با نهادهای مربوط کار را آغاز کرده. در این حال برخی از شهروندان کشور از این کار استقبال می کنند. شهرداری کابل می گوید که به خاطر جلوگیری از بلند رفتن بهای مواد اولیه در پایتخت کمیسیون را ایجاد کردند و در آینده نزدیک از سوی شهرداری کابل نرخنامه نیز برای دکانداران توزیع خواهد شد. نرخنامه از طریق ریاست نشرات شهرداری کابل و دیگر نهادهای نشراتی به نشر می رسد و تمام افرادی که در شهر کابل مصروف خرید و فروش هستند، دکاندارا هستند، ملزم به پیروی از این نرخنامه می باشند. در همین حال برخی از آگاهان اقتصادی به این باورند که برای جلوگیری از فروش مواد خوراکی به بهای بلند، حکومت باید نرخ را در بازارها اداره کند. این امر میتونه باعث مشکلات در بازار شود و بازار به سوی مافیایی شدن و انحصارگری بره. انتظار میره از نهادهای مسئول در این زمینه کنترل جدی داشته باشند و جلو نرخ‌های خودسرانه را در بازار بگیرند. از سوی هم شمار از باشندگان کابل از این اقدام شهرداری استقبال می کنند و می گویند که در این اواخر بهای مواد خوراکی افزایش یافته بود. چون روزگار مردم روزگار بسیار خراب است، کاروبار ندارند، اقتصادشون ضعیف است، اینا توان خریداری به قیمت بالا رو ندارند. ما رستاسی در ملک هغه شان چې ما رستاس په ملک کې خرید و پروش داری هغه باید شته سي. نرخنامه باید در شهروالۍ د خواڅخه ورته وټاکل سي. همواره با افزایش بهای دلار در برابر افغانی بهای مواد خوراکی نیز افزایش می‌یابد، اما با کاهش ارزش دلار در برابر واحد پولی کشور مردم گواه کاهش بهای خاربار در بازارها نیستند. رئیس پیشین ستاد ارتش بریتانیا گفته که غرب باید ناکامیش در افغانستان را بپذیرد و طالبان را به رسمیت بشناسد. دیوید ریچاردز در گفتگو با بی بی سی گفته که زمان آن فرا رسیده تا دولت‌های غربی با رهبری جدید افغانستان کار کند و مردم این کشور را از یک بحران نگران کننده انسانی نجات دهند. همزمان کابل نیز تعامل رسمی جهان با افغانستان را به سود هر دو طرف می‌داند. رئیس پیشین ستاد ارتش بریتانیا باور دارد که غرب سرانجام طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. از همین رو او تاکید می‌ورزد که این کار باید بدون تأخیر انجام شود تا از شدت بحران بشری در افغانستان جلوگیری شود. فکر می‌کنم در اخیر غرب حکومت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. اگر قضیه این گونه باشد، پس به جای اینکه دیر شود بهتر است این کار زودتر صورت گیرد. عبارت مشهور وجود دارد که میگوید باید در اسنای برد جوان مرد بود. فکر می کنم حالا برای ما فرصت این است تا در شکست خود جوان مرد باشیم. واقعا که امریکایی‌ها در افغانستان خطای استراتژیک را مرتکب شدند و این شکست را باید اونا بپذیرند، چون دولتی که حاصل دست به ساله حضور نظامی ناتو و امریکا در افغانستان بود در پیش چشم امریکایی ها از هم پاشیدن. امارت اسلامی نیز تعامل رسمی جهان با کابل را به نفع افغانستان و جهان می داند. تقاضای ما است که تمام کشورها و تمام مسئولین که در این راستا اثرگذار هستند از جهان بخواهند که با مردم افغانستان همکار باشند، حکومت امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسند. غرب تشکیل حکومت فراگیر پیکار با گروه های حراس افغان و رعایت حقوق بشر را از پیش شرط هایش برای به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده است. آنچه که طالبا برای به رسمیت شناختن خود ضرورت دارند، اصل عمدهش مشروعیت داخلی است. در کنارش پذیرفته شدن قوانین و قواعد و یک اصولی که یک دولت بر مبنایش ساخته میشه که ما متاسفانه امروز نداریم.
از سوی دیگر رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که وزیر خارجه فنلند در دیدار با همتای ایرانیش در تهران درباره تحولات پسین در افغانستان گفتگو کرده و دو طرف خواستار ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شده‌اند. نصیر احمد فایق سرپرست کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که شمار از مقامات حکومت پیشین تلاش دارند تا وی را از عدالت خواهی برای مردم در ملل متحد منصرف سازند. آقای فایق این گفته ها را در واکنش به نامه‌ای که ظاهرا منصوب به محمد حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین است ابراز کرده. در این نامه که در آن از آقای اتمر به عنوان وزیر خارجه یاد شده، از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواسته شده که محمد ولی نعیمی را همچون مسئول کرسی نمایندگی افغانستان بگمارند. پس از سقوط حکومت پیشین افزون به تحولات دیپلماتیک، کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز با جنجال‌های به همراه بوده است. پس از امارت اسلامی حالا ظاهراً مقام‌های حکومت پیشین در تلاش امتیازگیری از این کرسی هستند. نصیر احمد فایق سرپرست کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد فرستادن نامه از سوی محمد حنیف اتمر به دبیر کل سازمان ملل متحد را نوع از فشار و منصرف ساختن او از عدالت خواهی برای مردم افغانستان می داند. نامه ارسالی آقای اتمر به عنوان وزیر امور خارجه غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. آقای اتمر در این نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که پس از استعفای غلام محمد اسحاق زی، معاون وی محمد ولی نعیمی در وضعیت صحی قرار نداشت. بنابراین نصیر احمد فایق همچون سرپرست افغانستان به این سازمان معرفی شد. اما اکنون که آقای نعیمی منصوب شده است، باید مسئولیت نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل را به او واگذار کند. نی حکومت ستدلتا دی بیا هم رازی زانت دغه دی خارجه وزارت لقب ټایټل کاری بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د خلکو د استازیتوب خبره کوي دا هم په ځان ملنډي وهي هم په ملي امنیت شورا باندې ملنډي وهي هم په افغانانو باندې ملنډي وهي. نزدیک به دو هفته پیش آقای فایق در نشست شورای امنیت از این سازمان خواهان مسدود کردن حساب‌های بانکی و دارایی‌های غیرقانونی مقام‌های حکومت پیشین شد. آقای فایق در نطق خود از فساد گفت و خوشبختانه سرمنشی ملل متحد نطقش شنید. آقای اتمر بعد از 7 ماه فرارش خود وزیر خارجه معرفی کرده. سرمنشی می دانه که این فساد است یا او فساد است. اما پرسش این است که رای حل این اوضاع در چی است؟ یگانه رای حل این است که باید کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد در اختیار دولت افغانستان قرار بگیرد. پس از سقوط حکومت پیشین امارت اسلامی سهیل شاهین را به عنوان نماینده دائمی کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کردند. اما سازمان ملل متحد نپذیرفت و پس از استعفای آقای اسحاق زی، نصیر احمد فایق از سوی این سازمان جایگزین وی شد. کارخانه تولید اکسیژن در ولایت خوست آغاز به فعالیت کرد. مسئولان این کارخانه میگویند که در 24 ساعت 80 بالون اکسیژن تولید میکند. این کارخانه در حال آغاز به فعالیت کرده که نزدیک به 1 ماه پیش فعالیت های شفاخانه درمان بیماری کووید 19 در خوست به علت نبود اکسیژن متوقف شد. اینجا در شهر خوست به تازگی کارخانه تولید اکسیژن آغاز به فعالیت کرده است. این کارخانه با سرمایه گذاری 13 میلیون افغانی از سوی یک بازرگان به فعالیت آغاز کرده است. مسئولان این کارخانه میگویند که در 24 ساعت 80 بالون اکسیژن تولید میکنند. دا غچه دی اکسیژن پلانټ په خوست کې نو جوړ شوی دا ټول د کوبل نری ته دا چوس دی اکسیژن پلانټ الحمدلله په خوست کې جوړ شو او اکثریت کلینیکونه شپخانه خالق نپرات دا اوس وختنی لري چې دغه ځینې ترلاسه کړي. اما پرچوی های دوامدار برق، نبود پارک صنعتی و بلند بودن تعرفه های گمرکی مواد خام از عمده ترین مشکلات صدرای بازرگانان به شمار می روند. د خوست ولایت که دی فابریکات و عمده ستونز دی فرق نشتوله ده، دی ورق نشتوله ده، دی خام و مواد و دی تروپو په کوبل مرکز که اجراعات دی باید ولایتو تشی، عمده دری ستونز دی چه صنعتکاران و فابریکه اکثریت بند شویدی. در همین حال مقام های محلی خوست برخی از چالش هایی را در برابر بازارکنان و سرمایه گذاران میپذیرند و بر حل این مشکل ها تاکید میکنند. دیزین و مشکلات و سر مخامخی و چه اگر طول جهان هم وینی او دا ملت هم وینی لکن دی افغانستان اسلامی امارت مسئولین هیچ شبه هیچ وقت هیچ ساعت کسالت نکوی.
این اظهارات در حال ابراز می شوند که آمارهای رسمی نشان می دهند که بیشتر از 200 کارخانه خرد، متوسط و بزرگ وجود دارند که بیشتر از 50% از فعالیت های این کارخانه ها پس از تحولات اخیر متوقف شده اند. ادامه خبر را پس از وقفه کوتاه. با دوام ایجاد کلینیک های سیار صحی با پشتیبانی مالی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، 15 کلینیک تازه از این نوع در ولسوالی های 12 گانه کابل به فعالیت آغاز کردند. در این کلینیک ها خدمات صحی رایگان به اطفال و مادران نیازمند برای 9 ماه ارائه می گردند. با راه اندازی 15 کلینیک دیگر از این قبیل در 12 ولسوالی کابل، مجموعه کلینیک های سیار که به حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان در افغانستان راه اندازی شده اند به 130 کلینیک می رسد. ای کارکون کلیری چه لدی شپگو کسانو څخه یو تنه ام دی ډاکټر د چاغه د ټیم مشرتوب هم په غاړه باندې لري او محترمه قابله صاحب د یو کس چاغه به من دوته صحی خدمات وړاندې کوي. حدود 130 تیم های سیار صحی و تغذی را به همکاری 11 شراکای تطبیق کننده خود در 34 ولایت کشور ایجاد نموده است. مسئولان یونیسف در زون مرکز از همکاری های بیشتر در بخش صحت و بهداشت به مردم افغانستان نیز وعده سپرد. تیم های سیار صحی و تغذی را کمک میکنه و ریاست محترم صحت عامه کابل در دیگه بخش ها هم یونیسف کمک خود ادامه داده و ادامه میده، خصوصا در بخش واکسینیشن. پنځه لسټه دا او دبليو ایچ پنامه باندې چې یونیسف ته خاص حمایت کوي، پنځه لسټه دا غدي یو اته ټیمه موږ نور هم لرو موبایل ټیمونه. در کلینیک های سیار که امروز به گونه عملی در ولسوالی های کابل فعالیتشان را آغاز کردند، بیش از 100 پزشک به کار گماشته شده است. کمک های صحی کمتر شده و این برنامه واجب است به نظر ما و به مردم خیلی مفید است، چون میتونه که ساحات دور افتاده ای را زیر پوشش قرار بده. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت نیز همواره هشدار می‌دهد که نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی است و اگر جامعه جهانی کمک‌هایش را اثر نگیرد، بیش از 90% مراکز صحی در این کشور مسدود خواهند شد. تلاش ها از بهر پیدا کردن 4 مرد که در زیر یک برفکوچ در ولسوالی دانگام کنر ناپدید شدند ادامه دارد. والی کنر به تولونیوز گفته که این رویداد پیش از شاشت دیروز در روستای گوریگا رخ داده که در نتیجه آن 10 تن جان باختند، 9 تن زخم برداشتند و 4 تن دیگر ناپدید هستند. وقفه. وزارت زراعت آبیاری و مالداری گفته که در بخش جذب کمک ها از طرف کشورها و نهادهای مدد رسان تلاش هایش را آغاز کرده. سرپرست این وزارت گفته که ترکیه 100 تن گندم اصلاح شده کمک کرده و انتظار می رود 100 تن دیگر نیز کمک کند. این وزارت همچنان از توزیع گندم در برابر کار برای کارگران نیز خبر می دهد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفته که درآمدهای این وزارت افزایش یافته. شهاب‌الدین دلاور می افزاید که در 5 ماه گذشته این وزارت 4 میلیارد افغانی از رهگذر معادن درآمد داشته. اتاق پیشاوران و دکانداران گفته که به علت تحولات سیاسی و ویروس کووید 19 در کشور بیش از 40% کاروبار صنعت پیشاوران متوقف ساخته شده. رئیس این اتاق می افزاید که پیش از این بیش از 1 میلیون پیشاور در کشور وجود داشت که برای 5 میلیون تن زمینه کار فراهم ساخته شده بود. در همین حال سخنگوی امارت اسلامی گفته که در تلاش ایجاد فرصت های شغلی در کشور است. مسئولان شفاخانه حوزه میرویس کندهار گفتند که بنابر برخی از مشکلات آنان به درمان بیماران به خوبی رسیدگی نمی توانند. آنان میگویند که کمبود بستر، کمبود پزشکان و کمبود وسایل درمانی پیشرفته از عمده‌ترین مشکلاتشان هستند. همزمان بیمارداران گفتند که به علت نبود بستر در این شفاخانه حتی 2 بیمار در 1 بستر درمان می شوند. بانک مرکزی شرایط جدید برای دریافت جواز شرکت های خدمات پولی و صرافی وضع کرده.
در مکتوب که از سوی بانک مرکزی نشر شده، از صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی انفرادی خواسته شده برای دریافت خدمات جواز شرکتی به مدیریت جوازدهی مراجعه کنند. از سوی هم شمار از آگاهان اقتصادی تاکید می‌ورزند که بر بنیاد این مکتوب صرافان کوچک از میان برداشته خواهند شد. ادامه خبر ده پس از درنگ کوتاه. محموله 750 تنی کمک‌های بشردوستانه ترکیه از طریق بندر تورغوندی وارد کشور شده است. این کمک‌ها شامل مواد غذایی و پوشاک می‌شود که قرار است به هزاران خانواده نادار در کشور توزیع شود. مقام‌های ترکی گفتند که کمک‌های بشردوستانه این کشور با مردم افغانستان ادامه خواهد داشت. در این حال شمار از باشندگان هرات خواهان توزیع عادلانه کمک‌های جهانی هستند. در بیرون از کشور، رئیس جمهور فرانسه در دیدار با همتای روسیه‌اش تاکید بر ادامه گفتگوها میان طرف‌های درگیر از بهر کاهش خشونت‌ها کرده است. امانوئل مکرون در این دیدار همچنان تاکید بر کاهش خشونت‌ها در منطقه کرده است. کرملین سفر رئیس جمهور فرانسه را فرصت برای راه‌حل‌های بیشتر سیاسی می‌داند. سودان بار دیگر شاهد اعتراض‌های گسترده مردمی در برابر کودتای نظامیان در این کشور است. پس از آن که نظامیان این کشور در سال گذشته پی یک کودتا قدرت را در دست گرفتند، با واکنش‌های ملی مردم روبرو شده است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. تهران بار دیگر تاکید بر برداشتن تحریم‌ها سوی واشنگتن کرد. وزارت خارجه ایران میگوید که آمریکا باید بهای بخاطر نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و ترک یکجانبه توافقنامه برجام را بپردازد. با این حال نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای میگوید که مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان در مرحله نهایی قرار دارد. پیش از این واشنگتن برخی از تحریم‌ها بر تهران را برداشته است. هزاران تن در ماداگاسکار کشور در جنوب شرق آفریقا از اثر بارش‌های سنگین آسیب دیدند. بر بنیاد گزارش‌ها 600 هزار خانواده آسیب دیدند و بیش از 150 هزار تن دیگر بیجا شدند. با تخریب 14 پل و برخی از سرک‌ها راه‌های مواصلاتی به این شهر مسدود شدند. تومسا اندونزیایی که طایر برای 6 سال در گردن آن گیر مانده بود پس از برطرف ساختنی آن دوباره در دریا رها گردید. نجات دهندگان این تومسا میگویند که یک هفته طول کشید تا لاستیک دور گردن این تومسا را برطرف کنند. این شخص که لاستیک را از گردن این تومسا برطرف کرده است میگوید که در جریان برطرف ساختن لاستیک تومسا دوباره از کنترل آن خارج شد، اما به کسی آسیب نرسانده است. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر ده. شب خوش، تا فردا، بدرود.